محمد آروین هستم. در مورد آینده میلورن دوستان از من سوال پرسیدن. نظر شخصی بنده برای آینده میلورن اینه که هرچه جلوتر میریم افراد مصرف کننده بیشتری با میلورن و حشرات آشنا میشن. از پاییز سال 99 به بعد افرادی به صورت حقوقی و حقیقی وارد فاز تولید ابزار و تجهیزات صنعت میلورن شدن که هر ماه هم به تعدادشون اضافه میشه. خب اینطوری افرادی که بخوان وارد فاز تولید حشرات بشن، چه روستا باشن چه شهر، به راحتی وسایل و موارد رو تهیه میکنن و کسب و کارشون رو شروع میکنن که این یه مزیت حساب میشه. حالا هر کسی هزینه های فارمش رو مدیریت بکنه جوری که قیمت تمام شده میلوم یا حشرات دیگه که داره تولید میکنه پایین تر بیاد، سود میکنه و 100% برد میکنه. افرادی که هزینه هاشون بالاست مطمئنن از چرخه تولید حذف میشن. روند آموزش یا فروش، پرورش، تقاضا و ارائه اصلا با سال 1390 قابل مقایسه نیست. مشتری ها هر ما متفاوت‌تر میشن، درخواستاشون مطابق با پیشرفت های صنعت میلورمه. اطلاعاتشون به واسطه شبکه‌های اجتماعی و ورود افراد زیادی به اینستاگرام بالا رفته. سالهایی که تلگرام و اینستا نبود یا شبکه‌های اجتماعی که داخل ایران کمرنگ بود و مردم عزیز ایرانمون استفاده نمی‌کردن، صنعت حشرات و صنعت میلورم گنگ بود و ناآشنا بود. اما الان به واسطه جستجو و بررسی تحقیقات مردم با محصولات متنوع و بسته‌بندی‌های متفاوت آشنا شدن و در همون حد از تولیدکننده یا فروشنده محصول با کیفیت و درجه یک انتظار دارن. پیج اینستاگرام سالهای گذشته خوب یادمه 4 تا 6 تا پیج بیشتر نبودیم. الان با اسمای مشخص و واضح نزدیک 70 تا پیج وجود داره. به صورت خورده یا عمده تولید فروش دارن. اما باید گفت که امسال سالت متفاوتی هم هست و مطمئنن مثل هر سال تابستونا افراد زیادی از این کسب و کار کنار گذاشته میشن به واسطه عدم توانایی بسته‌بندی و ارسالشون، عدم فروش و بازاریابی خوب، روش‌های استاندارد پرورش رو رعایت نمی‌کنن، از وسایل درست استفاده نمی‌کنن، قیمت تمام شده محصولشون بالاست، پس از روند کسب و کار کنار گذاشته میشن. صنعت حشرات گسترده است و در هر بخش یا هر حشره میشه به تنهایی 10 تا 15 محصول تولید کرد. اما در مورد محصول میلورم، لارو میلورم زنده و خوش و سوسک زنده فروخته میشه، یعنی 3 محصول از 15 محصول. باید به سمت فراوری حشرات رفت. میخواستم یه وایس کوتاه ضبط کنم. اینقدر که شما عزیزان عالی و خوب هستین، حیفم اومد کوتاه ضبط کنم. امیدوارم مطلب رو رسونده باشم. این پیج رو به دوستانتون معرفی بکنین تا این با این مطلب آشنا بشن. اگر سوالی هم داشتین زیر همین پست کامنت کنین، سعی میکنم همه کامنت ها رو پاسخ بدم. سوالات تخصصی دارین بپرسین، سوالات عمومی هم دارین بپرسین، من همه رو پاسخ میدم، در خدمت شما هستم.